سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه حوازم و میخواستم از بچه های حواز، بچه های ایران، بچه های خوزستان بخوام که تجربه خودشون از زندان های حواز یا زندان های ایران و ویدیو و فیلم از تجربیاتشون برا من ارسال کنن. این شماره تلفن واتساپ هست و میخوام یاد انسانایی رو به یاد بیاریم که خوشبختی رو با خودشون به گور بردن و مردن. امروز من میشنوم که دانشجوی مملکت داره میره مواد میفروشه. دیروز پریروز داشتم با شهرستان صحبت میکردم، شوش میتونید بریم سوال کنیم. یک دختر 11 ساله تو مدرسه داشته هروئین استفاده میکرده. بچه های عباس NAI خوزستان خوب میدونن من چی میگم، که کشتارگاه آبادان، گاومیش آباد، خودمون گاومیش آباد، که اونجا جسدها رو مینداختن تو رودخونه، قتل عام بود و در زندان‌های اهواز، زندان کارون اهواز، خیلی ها می‌مردن، انقدر کتک می‌خوردن، انقدر می‌زدنشون که وقتی می‌آوردنشون تو زندان، اینا می‌مردن، سری می‌زدن که به علت نرسیدن مواد مخدر. چند نفر از شما سراغ دارید که خانواده بچه شد تو زندان از دست داده؟ آیا پزشک قانونی اینو تایید میکنن؟ بچه های عباس، بچه های خوزستان، اونایی که تو ایران منو میشناسن، من خودم کمپ داشتم، هیچ کس از نبود مصرف مواد نمیمیره، مگر اینکه یا بیماری قلبی داشته باشه یا همچین بیماری هایی. من یادم هست در زندان کارون اهواز زمانی بود که همه کارتون قابا رو جمع کرده بودن، من تو زندان بودم، آوردنشون. شبی بود 2-3 نفر میمرد. کمکی از بیداری هم ساخته نبود. یادم تو بند 11 من بودم، یه نفر انقدر تزریق کرده بود تو کشالش که کشالش باز بود، یعنی این باید جراحی میشد، یعنی باید این دوتا پوست به هم دیگه دوخته میشد، باز بود، که یکی از زندانی ها به مسئول بند گفت. اون رفت یک دونه کپسول آمپیسلین آوردن که باز کردن ریختن روش. خوراک خبری نیست، من نمیدونم واقعا اوضاع این جوانان در چه حالی. خبر از ایران میرسه برا من که من دوستامو دارم به وسیله کرونا دست میدم و طعم خوش زندگی رو اصلا نچشیدم، نفهمیدم، فقط درد بود، فقط زجر بود. من دوستانی رو داشتم که در حسرت این بودن
که یک سقفی بالا سرشون باشه، بتونن با خانوادهشون زندگی کنن. با خودشون به گور بردن. من خیلی صحبت ها دارم، شما میدونید، بچه های خوزستان، اونایی که منو میشناسن میدونن من دارم چی میگم. از همه دوستان میخوام که تجربیات خودشونو از زندان کارون هرمز، از پاسگاه ها کلانتری 13 اهواز منو به خاطر هیچی گرفت، با باتون زد کف پام، قوزه که پام تا به امروز درد میکنه، ورم کرده بود. در عملیات کارون اهواز انقدر منو کتک زده بودن که اونجا در روز دو مرتبه اگه اشتباه نکنم درو باز میکردم. بند عمومی بود و انفرادیاشو چهار نفر چهار نفر میذاشتن یا بعضی ها رو تکی میذاشتن، ولی من با سه نفر دیگه بودم. مجبور شدم، تماس میکردم، در رو باز کن یه ذره آب به من بده. مجبورم کرد، داشتم خفه میشدم، نفسم بند نمیام، خیلی خیلی بد تنفس میکردم. مجبور شدم مال نوشابه های خالی 2 لیتری بود، توشون ادرار میکردن یا میکردیم، و بعد در که باز میشد اینا خالی میکردیم برای تایمی که داخل بودیم، و من مجبور شدم اون قمقمه ادرار رو بخورم. داشتم خفه میشدم. خیلی از دوستان رو من تو زندان دست دارم. خواهش میکنم دوستان، بچه های اهواز، خواهش میکنم تجربیات خودشون رو به این شماره تلفن واتساپ من، فایل صوتی یا ویدیو دوست داشتن بگیرن، هر طوری که صدا میدن، تجربیات خودتون رو برای من بفرستین و من اینو پخش میکنم و بیشتر با زندگیم آشنا خواهید شد. مرسی، ممنونم، منتظرم هم باشید.